هیدرومت وسیله ایه که از اون برای اندازه گیری وزن مخصوص یا چگالی نسبی مایاد استفاده می کنیم. یعنی ماده ای که در آب مخلوط هست که نسبت چگالی مایع مخلوط در آب به چگالی آب است. هیدرومت شامل یک اصنوانه شناوره که انتهای پایینی آن به شکل مخروطه و همینطور سنگین هست و انتهای بالایی اون به شکل لوله باریک است. زمانی که هیدرومت رو درون یک مایع قرار میدیم شکل عمودی به خود میگیره و توی مایه فرو میره میزان فرو رفتن این ابزار با چگالی اون مایه نسبت مستقیم داره در این حال این امکان رو هم به ما میده که چگالی رو روی مقیاس روی لوله بتونیم بخونیم محل سطحی از مایه که با ساقه هیدرومتر برخورد میکنه ما با عنوان محل قلزتمون لحاظ میکنیم هیدرومترها معمولا یک درجه کنار ساقه دارند. بنابراین چگالی نسبی میتونه مستقیم خونده بشه تنوعی از درجه بندی ها وجود داره و بسته به زمینه استفاده درجه بندی های مختلفی وجود داره به طور معمول سه تا درجه بندی اصلی در هیدرومترها وجود داره که ما در چیلرهای جذبی تنها یک مورد اونها استفاده میکنیم هیدرومترا ممکنه برای استفاده های مختلفی مدرد شده باشد. مانند شیر سنج برای اندازه گیری قلزت چربی شیر یا قند سنج برای اندازه گیری شکر در یک مایه یا یک الکل سنج برای اندازه گیری درجات بالاتر الکل در محلول آب عملکرد هیدرومتر بر پای قانون عرش می دسته. که یک جامد معلق در سیال به وسیله یک نیروی برابر وزن سیال جابجا شده شناور میمونه پس هرچه چگالی ماده کمتر باشه آبسنج یا همون هیدرومترمون بیشتر فرو میره در مایات با چگالی پایین مثل نفت سفید و بنزین و الکل هیدرومتر پایینتر میره و در مایات با چگالی بالاتر مثل آب شور، شیر، اسیدها زیاد فرو نمیره در واقع معمولا دو وسیله جداگونه وجود داره یکی برای مایات سنگین جایی که نشانگر یک برای آب نزدیک بالای لوله قرار داره و یکی برای مایات سبک جایی که نشانگر یک برای آب نزدیک پایین لوله قرار داره دقت بکنید عددی که هیدرومتر به شما نشون میده عدد درستی نیست زیرا توی چیدر جذبی شما خوردگی دارید ذرات نامحلول در آب دارید این ذرات این خوردگی هایی که همراه لیتیوم برمایت هستند باعث میشن خطایی به شما داده بشه و عدد درستی رو هیدرومت نتونه بخونه بنابراین این تنها روشی هستش که شما میتونید از طریق این هیدرومت در محل یک عدد حدودی رو به دست بیارید و به هیچ من عدد مطلقی نیست و نیاز هستش که در آزمایشگاه تست ها رو ما روش انجام بدیم تا بتونیم عدد دقیق رو بیان کنیم